سلام به همه همراهان عزیز با یکی دیگه از برنامه های پروژه من در خدمت شما هستم من سپیده سعیدی نژاد هستم فوق لیسانس روانشناسی دارم و مربی زندگی هستم امروز یکی از سوال های دوستان عزیز این بوده که چجوری میتونیم خشممون رو کنترل کنیم و در زمانی که عصبانی میشیم بتونیم بهتر رفتار کنیم چقدر سوال خوبی چون همه ماها خشم رو تجربه میکنیم عصبانی میشیم ولی بعضی وقتا نمیدونیم که چجوری درست رفتار کنیم و رفتار غلط ما باعث میشه که اتفاقاتی بیفته که اتفاقات اصلا خوشایندی نیست از دست خودمون عصبانی بیشتر میشیم و از دست بقیه هم همینطور بنابراین چیزی که میخوام اول راجبش صحبت کنم اینه که خیلی از ماها یک باور غلطی داریم راجب خشم و فکر میکنیم که ما هیچ وقت نباید عصبانی بشیم و آدم خوب آدمیه که هیچ وقت عصبانی نشه و همیشه لبخند بزنه و یک چهره مثبتی داشته باشه و این آدمیه که دوست داشته میشه حالا میخوام ببینیم که چرا این باور غلطه برای اینکه یکی از احساسات شما احساس عصبانیت و خشمه و وقتی شما این احساس رو تجربه نمی کنید انگار دارین یک قسمتی از وجود خودتون رو روش سرپوش میذارین و احساساتتون رو سرپوش میذارین و فکر میکنید آدم خوب آدمیه که عصبانی نشه این باعث میشه که شما زمانی که این عصبانیت میاد بالا و شما دارین این عصبانیت رو تجربه میکنید برای دفعات اول، دوم، سوم ممکنه هیچی نگین ولی در نهایت بار چهارم که خیلی عصبانی میشین و این عصبانیت به قول معروف مثل یه کوهی میشه همینجوری میره بالا یهو فوران میکنید و یهو خیلی عصبانی میشین و با داد و بیداد یا ناراحتی این عصبانیت رو بروز میدین به آدم های دیگه پس اولین کاری که میخوایم بکنیم و اولین چیزی که میخوایم امروز یاد بگیریم اینه که عصبانی شدن یا حس خشم حس بدی نیست بلکه این حس به شما کمک میکنه تا بتونید برای خودتون مرزبندی کنید تا بتونید حرفتون رو بزنید و اون نیازهای خودتون رو بیان کنید و خیلی مهمه که شما چجوری این خشم رو بروز میدین به آدم های دیگه من میدونم که همه شما شاید تصویر درستی از یک عصبانیت نداشتین شاید دیدین آدم ها تو بیرون دارن عصبانی شدن دارن با هم دعوا میکنن یا توی خونه دیدین مادر پدر عصبانی شدن داشتن با هم دعوا میکردن و یک چهره زشتی از عصبانیت رو شما تجربه کردین عصبانیت قرار نیستش که یه چهره زشتی داشته باشه عصبانیت وقتی چهره زشتی داره که آدمها بلد نیستن با این احساس چجوری کنار بیان و چجوری ازش استفاده کنن توی آمریکا تحقیقاتی که انجام دادن ثابت کردن که حس عشق و دوست داشتن مساوی همونقدر مهمه که حس عصبانیت مهمه چرا که این عصبانیت به شما کمک میکنه که حال بهتری داشته باشید و واسه اون چیزهایی که دلتون میخواد توی زندگیتون وایسید و اون چیزهایی که دلتون میخواد انجام بگیره پس کاری که میخوایم بکنیم اول اول اینه که عصبانیت خودمون رو بشناسیم میخوام نگاه کنید که این عصبانیت ممکنه عوامل بیرونی داشته باشه ممکنه عوامل درونی داشته باشه پس مهمه که بفهمید که چه اتفاقی میفته که شما عصبانی میشید مثلا یک یک سری عوامل درونی که ممکنه عصبانیت داشته باشه اینه که بعضی وقتها وقتی ما خوب نخوابیدیم وقتی غذای خوب نخ... نخوردیم وقتی که اون روزمون روزی بوده که استرس داشتیم باعث میشه که زود جوش بشیم و زود عصبانی بشیم پس شناختن این عوامل درونی به ما کمک میکنه که شاید اون آدمی که داره به ما یه حرفی میزنه یا یک اتفاقی افتاده انقدرم سخت و بد نیست و شاید عوامل درونی که خستگی غذا نخوردن استرس هفته های پیشه که توی زندگیمون داشتیم باعث شده که عصبانی بشیم خب دومی عوامل بیرونی یعنی شناخت عوامل بیرونی که چه اتفاقی برای از خودتون سوال کنید که چه اتفاقی براتون میفته که شما رو عصبانی میکنه شاید برای سری از آدم ها بی احترامی کردن خیلی اونها رو عصبانی میکنه یا قضاوت شدن خیلی اونها رو عصبانی میکنه یا اینی که یکی حرفشون رو گوش نده و دوباره حرف خودش رو تکرار کنه خیلی عصبانیش میکنه پس شناختن این عوامل هم به شما کمک میکنه که زمانی که یک اتفاقی داره میفته ازش آگاه باشید مثلا یک آدمی حرف شما رو گوش نمیده و یک سری کارها رو هی با اینکه شما بهش میگین دوباره اون کار رو داره تکرار میکنه پس اتفاقی که افتاده در واقع که شما رو عصبانی کرده اینه که شما احساس کردین که شنیده نشدید احساس میکنید که توی اون رابطه شنیده نمیشید و این حق مسلم شماست که توی یک رابطه ای که هستید شنیده بشید پس اگر عصبانی میشین اون عصبانیت چیز بدی نیست یک احساسیه به قول معروف این عصبانیت یک انرژی خیلی زیادی داره دیگه وقتی عصبانی میشین که و یک انرژی میره توی بدنتون بنابراین این عصبانیت میاد توی بدنتون که شما رو به حرکت بندازه پس اولین کاری که میتونید بکنید وقتی عصبانی میشید اینه که یکم دستاتون رو تکون بدید تو اون لحظه ممکنه دستتون رو بزنید رو یه ذره خودتون رو ماساژ بدید منظورم اینه که اون انرژی که توی بدنتون وجود داره رو به صورت حرکتی قبل از اینکه گفتاری باشه شما میتونید این انرژی رو رها کنید که یک ذره از اون عصبانیت کاهش پیدا کنه چیزی که من خودم به مراجع اینم پیشنهاد میکنم اینه که مثلا دستتون رو بزنید روی دستتون آروم ماساژ بدید منظورم اینه که خودتون رو آروم کنید یا یعنی یک نقطه توی دستتون پیدا کنید یه ذره فشارش بدین که آرومتون کنه بنابراین این آرامش به شما کمک میکنه که بتونید بهتر حرف دلتون رو بزنید خب پس توی اون لحظه که عصبانی میشید عوامل خارجیش رو متوجه میشین و میگین که مثلا من شنیده نشدم خب هدف من چیه یعنی هدف این عصبانیت هر عصبانیت یک هدفی داره میخوام که احساساتتون رو دست کم نگیرید این احساسات یک هدفی دارن برای شما که شما اگر به اون هدف گوش بدید اون چیزی که میخواین انجام میشه پس هدفش اینه که شما شنیده بشید کاری که میکنیم تو اون لحظه اینه که آروم میشید مکس میکنید یک چیز دیگه این که خیلی بهتون کمک میکنه اینه که از صد تا صفر بشمرید یعنی قبل از اینی که عصبانیتتون رو یهو بروز بدید سعی کنید که روی خودتون کنترل داشته باشید و این صد تا یک صفر رو آروم بشمرید صد نود و نه نود و آروم بشمرید تا زمانی که احساس حتما لازم تا صفر برسید مهم اینه که یک سر آرامش پیدا کنید بعضیها آرامش پیدا میکنن زمانی که خودشون رو از اون منبع عصبانیت دور میکنن میتونید به طرفتون بگید بهش بگین که من الان خیلی عصبانی بهتره که یک ذره من آروم بگیرم که این حرفی که میخوام به تو بزنم رو در آرامش بزنم ببینید در این حالت هم این نیستش که این خش رو نادیده گرفتیم و سرکوبش کردین نه شما دارید یک فضایی برای خودتون ایجاد میکنید که یه ذره تنها باشید تا بعد بتونید روی این خشمه اکت کنید و حرف دلتون رو به اون آدم بزنید پس میرید و تو اون فضا قرار میگیرید که فضای امنیه که شما میتونید آروم باشید کار دیگه ای که میکنید که خیلی به کنترل خشمتون کمک میکنه نفس کشیدنه یعنی آروم نفس میکشین دم یک دو سه چهار دم یک دو سه چهار و رها میکنید یعنی میخوام سیستم عصبی بدنتون رو آروم کنید که به صورت تهاجمی با آدم ها صحبت نکنید خشمتون رو بروز بدید ولی اون حالت حالت اتک کردن و حالت تهاجمی نداشته باشه اون لحظه قسمت بعدش اینه که حالا که از این حالت عصبانیت اومدین بیرون یه ذره خشم آروم تر شده میخواین که با اون طرف کامیونیکیت کنیم و بهش بگیم که این کاری که داره میکنه برای شما کار نمیکنه و به شما کمک نمیکنه اول اینی که اون آدم رو محکوم کنید میخوام توی درون خودتون نگاه کنید از خودتون سوال کنید اگر این آدم من رو نمیشنوه و من رو نمیبینه شاید یک جایی توی درون من هم من هم دارم خودم با خودم این کار رو میکنم که ما این رو توی روانشناسی بهش میگیم پروجکشن یعنی اون کاری که در محیط بیرون ما داره اتفاق میفته شاید من خودم هم دارم با خودم این کار رو میکنم پس از خودم بپرسم چجوری خودم یه کاری میکنم که شنیده نشم شاید زمانهایی رو انتخاب میکنم که با اون آدم حرف بزنم که زمان مناسبی نیست یعنی زمانهایی رو انتخاب میکنم که اون آدم حوصله نداره درگیر سر شلوغ اصلا شنیدن وقت شنیدن هیچ چیز رو نداره بنابراین انگار من خودم رو آماده میکنم برای شکست هیچی نمیگم هیچی نمیگم 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 زمانی رو انتخاب میکنم با اون آدم حرف زدن که زمان مناسبی نیست پس خودم دارم شریک میشم در شنیده نشدن یعنی هر اتفاق بعدی که ما داره برامون میفته شاید یه قسمتش هم ما توش سهیمیم باید مسئولیت پذیر باشیم و ببینیم که اونجایی که خودمون سهیمیم چجوری میتونیم این مسئله رو تغییر بدیم پس اون لحظه کاری که میکنین اینه که از خودتون سوال میکنین که من چه کارهایی میکنم که باعث میشه که شنیده نشم مثلا یه مثالی که زدم براتون این بود یا توی درون خودم شاید وقتی خودم یک نیازی دارم اون نیاز رو نمیشنوم و بهش اهمیت نمیدم مثلا اون لحظه توی زندگیم احتیاج دارم که برم ورزش کنم احتیاج دارم که با یکی از دوستام حرف بزنم احتیاج دارم که برم با یه نفری نهار بخورم شاید اون نیازم رو نشنیده میگیرم و هر چقدر که اون صدای درونی منظورم اون صدای قلبتونه که میاد بهتون میگه بابا من احتیاج دارم برم بیرون من احتیاج دارم که یه بریک بگیرم میتونم دارم استراحت کنم. ما خودمون در درون خودمون صدای قلبمون رو نمیشنویم و نشنیدن اون صدا باعث میشه که به آدم های دیگه هم یاد میدیم که اوکی اگه تو صدای من رو نشنوی من با این کار هیچ مشکلی ندارم ولی واقعیتش اینه که شما دلتون میخواد که آدم های دیگه نیازهای شما رو برطرف کنن واقعیتش اینه که عصبانی از اون عصبانیت جا... از اون جایی سرچشمه میگیره که شما احساس میکنید آدم های دیگه نیازهای شما رو ناد نادیده میگیرن و اصلا بهش اهمیت نمیدن درسته اون آدم داره توی بیرون با شما این کارو میکنه ولی یه سوال خوبی که از خودتون میخوایم بپرسید اینه که آیا شما به خودتون اهمیت میدین؟ آیا شما به نیازهای خودتون اهمیت میدین یا همیشه دارین نیازهای خودتون رو نادیده میگیرید؟ پس این کار بهتون کمک میکنه که نظرتون رو عوض کنید. یه چیز دیگه ای که خیلی تو عصبانیت همه چیز رو به هم میریزه اینه که زمانی که این عصبانیت اتفاق میفته ما آدم های حق به جانبی میشیم و فکر میکنیم که حق با ماست و اون آدم کاملا داره اشتباه میکنه شما نگاه کنید حالا من اینجا لیوان ندارم ولی شما اگه یک لیوان دستدار رو بگیرید دستتون اگر من این لیوان رو بگیرم دستم اون برش این لیوان دسته داره اگر از اونوری که شما هستین نگاه کنید این لیوان دسته نداره خب آیا من دارم اشتباه میگم که این لیوان دسته داره نه نظر من لازم به که این لیوان دسته داره درسته نظر شما هم که اونجا وایستادید که میگین این لیوان دسته نداره درسته ولی مهم اینه که ما کجا وایستادیم و از چه زاویه دیدی داریم این مسئله رو نگاه میکنیم توی مسئله و مشکلی هم که اتفاق میفته که آدم ها دست هم عصبانی میشن و با هم دیگه جر و بحث میکنن اینه که اون لحظه یادشون میره که زاویه دید اون آدم هم در نظر بگیرن یعنی چی؟ یعنی برن اون سمتی که اون آدم وایستاده و نگاه کنن که شاید از نظر اون آدم درست میگه منظور این نیست که اگر اون آدم درست میگه شما دارین اشتباه میکنید نه ماها چیزی که خیلی کمک میکنه تو رفتارامون تو مکالمه این که با بقیه داریم اینه که آدمها رو درک کنیم بفهمیم که اون آدم هم داره راست میگه و عوض این که خیلی بخوایم اون نظریه خودمون رو با اون آدم ثابت کنیم و محکومش کنیم چون اتفاقی که خیلی زیاد میفته تو عصبانیت اینه که ما طرف رو محکوم میکنیم بهش میگیم اشتباه کردی کاری که تو کردی درست نیست و اون آدم خوب عصبانی تر میشه شما چجوری میشه به یه آدمی بگی تو کاری که داری میکنی اشتباه محکومش کنی بعد بهت به اون بگی که نه من تو درست میگی هیچ وقت این اتفاق نمیفته اصولا بنابراین شما باید یاد بگیرید که اول با اندرستندینگ و درک کردن اون آدم یک فضای پر از آرامشی رو ایجاد کنیم تا اون آدم هم شما رو بتونه درک کنه وقتی من یه آدمی رو درک نمی کنم چجوری میتونم توقع داشته باشم که اون آدم من رو درک کنه پس کاری که میخوایم بکنیم این که اجازه بدین یک فضای آرومی بین شماها برقرار شه من چیزی که بین کاپلا خیلی پیشنهاد میکنم وقتی جر بحثشون میشه اینه که تو حرف همدیگه نپرید وقتی تو حرف همدیگه میپرید بیشتر عصبانیت اوج میگیره آخر سرم آدما میگن من اصلا نمیخوام با تو حرف بزنم آقا در رو میبنده و میره و همه چی بدتر میشه کاری که بهتون پیشنهاد میدم که بکنید اینه که از یه وسیله یا از یه جسمی استفاده کنید که وقتی که شما اون جسم رو توی دستتون دارین فقط شما حرف میزنید و اون آدم باید ساکت باشه و گوش بده توی کنترل عصبانیت کاری که گفتم رو انجام میدید ولی خیلی مهمه که ما اجازه بدیم که حرف طرف هم گوش بدیم یعنی اگر اون آدم عصبانیه یا داره احساساتش رو بیان میکنه هی بهش نگیم تو چرا عصبانی چرا داری با من اینطوری حرف میزنی اون آدم خب عصبانیه من میگم بی احترامی نکنه اگر یه آدمی داره بی احترامی میکنه شما صد درصد حق دارید که بهش بگید که این کارو نکنه و از اون فضا بیاید بیرون کاملا حق دارید ولی اون آدم اگه داره یه ذره مثلا با صدای بلندتر حرف میزنه این اوکی شما میخواین یه ذره حرفای اون رو بشنوید و اون آدم همیشه فکر نکنه که باید پرفکت باشه یا بهترین باشه که بتونه با شما حرف بزنه خب عصبانی دیگه حق داره دیگه داره اون احساساتش رو بیان میکنه پس وقتی احساساتش رو بیان کرد شما میخواین اون طرف رو بشنوید و اجازه بدید که اون آدم حرفش رو بزنه و حرفش رو کامل تموم کنه اگر شما نظری دارید چیزی میخوایم بگید بهتره که اون رو توی ذهنتون نگه دارید و توی حرف اون آدم نپرید و اون هم یاد میگیره که توی حرف شما نپره به قول معروف میگن توی دعوا حلوا خیر نمیکنن خب این چیز درستیه که شما نباید توقع داشته باشید که وقتی یک چه خشمی میاد یک عصبانیتی اتفاق افتاده اون آدم خیلی خوب رفتار کنه و به بهترین شکل با شما حرف بزنه اگر هم عصبانی میشه ولی شما اجازه بدین که بشنوینش اون آدم هم شما رو میشنوه پس این کنترل خشم حالا یه زمانی هست که این عصبانیت از بقیه است یه زمانی هست که ما خودمون از دست خودمون عصبانیم یعنی یه سری اشتباهات رو تو گذشته انجام دادیم که از دست خودمون عصبانیم چرا چون فکر کنیم اولین دلیلش فکر میکنیم که ما نباید اون اشتباه رو کردیم چرا من اون اشتباه رو کردم یا احساس کنیم که اگر خودمون رو خیلی با خودمون بد رفتاری کنیم و از دست خودمون عصبانی بمونیم اون اتفاق به قول معروف حل میشه بگم اینه که بهتون گفتم عصبانیت حس خیلی خوبیه ولی عصبانیت به شما کمک میکنه که یه چیزی رو تغییر بدید نه اینی که تو اون حس عصبانیت بمونید پس زمانی که عصبانی میشید یک هشداری از بدنتون داره بهتون میگه ببین باید یه چیزی رو توی زندگی تغییر بدی یه چیزی توی زندگیت کار نمیکنه باید یک راه حل جدید پیدا کنی نه اینی که اون کار رو هی ادامه بدید پس چیزی که به همهتون میخوام بگم اینه که این عصبانیتی که نسبت به خودتون دارید رو من چه پیشنهادی که بهتون میکنم اینه که این عصبانیت رو بیارین روی برگه کاغذ اگر عصبانین از دست خودتون توی یه برگه کاغذ اون عصبانیت رو بنویسید بنویسید من از دست خودم عصبانی به خاطر اینکه فلان کردم به خاطر اینکه صدای قلبم رو گوش ندادم به خاطر اینکه نشونه ها رو در نظر نگرفتم به خاطر اینکه به یک آدمی که نباید اعتماد میکردم اعتماد کردم من از دست خودم عصبانیم به خاطر تمام دلایل و اجازه بدین تمام دلایل رو روی برگه کاغذ بیارید و نگاه کنید و وقتی تموم شد این عصبانیت رو کاملا خالی کردید بعد به خودتون اجازه بدین خب من از پس این عصبانیت اگر اومده که من یه چیزایی رو تو زندگیم تغییر بدم طبق اون اتفاقایی که افتاده حالا بیام یک برنامه ریزی کنم برنامه ریزی کنم که ببینم چجوری میتونم این عصبانیت رو تبدیل کنم به یک چیز سازنده یعنی براش یک راه حل پیدا کنم و دفعه دیگه اون اشتباهات رو نکنم و یک فضایی برای خودم ایجاد کنم فضای رشد باشه فضایی باشه که من بتونم چیزای جدید تو زندگیم تجربه کنم. چرا از دست خودم عصبانی باشم یه سری آدما میگن نه من از دست خودم عصبانی نباید تو اون بیزنس شکست میخوردم نباید من فکر میکنم عصبانیت بیش از اندازه یکی از دلایلی که داره اینه که ما فکر میکنیم نباید اون اتفاق بیفته یعنی چی یعنی با اون چیزی که زندگی برای ما به وجود آورده وارد جنگ میشیم میگیم این اون چیزی که هست نباید باشه شما توی هر مسئله ای با اگر شروع کنید با زندگی بجنگید همیشه بازنده اید پس ازتون خواهش میکنم که با زندگی نجنگید زندگی داره به شما کمک میکنه که شما شناختتون از خودتون بیشتر بشه که آدمهای قوی تری بشین زندگی شما رو نمیخواد زمین بزنه شما این که تصمیم میگیرید خودتون رو زمین بزنین با افکار اشتباه و غلطی که را راجع زندگی دارین راجع خودتون دارید و این عصبانیت های بیش از اندازه کاری که میکنین اگر عصبانین از دست خودتون یا از دست بقیه باید این عصبانیت و این انرژی رو خالی کنید کلاس بوکس برید برید این عصبانیت رو مش بزنید راحت این عصبانیت از تن و بدنتون میاد بیرون وجود شما خیلی وجود نازنینیه قرار نیستش که انقدر توش عصبانیت و ناراحتی باشه و شما این عصبانیت رو نگه دارید یه سری آدما انقدر این عصبانیت رو نگه میدارن بعد یهو یا, یا آدما بهشون یه چیز کوچیکی میگن همچین عصبانی میشن و ناراحت میشن و بهشون بر میخوره و به طرف میگه بابا من چیزی بهت نگفتم انقدر عصبانی شدی خب راست میگن این عصبانیت رو شما از جاهای مختلف توی بدنتون نگه داشتید و میخوام بهتون بگم وقتشه که این عصبانیت رو تبدیل کنیم به یه چیز سازنده انقدر به خودتون نگید که من باید آدمی باشم که هیچ عصبانی نشم همیشه باید آدم مهربون و خوبی باشم نه آدمهای دیگه لازمه که تمام چهره های شما رو ببینن نه فقط چهره دوست داشتنی و مهربون شما بلکه اونها حق دارن که اون چهره عصبانی شما رو ببینن و نه چهره عصبانی که هجوم بیاره به آدم های دیگه چهره عصبانی که مسئولانه داره نیازهاشو به بقیه میگه و اون چیزهایی رو که میخواد میخواد توی زندگیش برآورده کنه پس حجوم اتک کردن با آدم های دیگه بد حرف زدن رو میذاریم کنار و برمیگردیم به اینی که یک رابطه خوب برای خودمون و بقیه بسازیم پس میخوام که از خشمتون فرار نکنید ایشالا از امروز بدونید که خشمتون چیز بدی نیست از آدم هایی هم که توی زندگیتون عصبانیت رو به صورت منفی ارائه دادن اونها مشکل اونها بوده شما قرار نیستش که عصبانیتتون رو به صورت یک آتش فشان فوران شده نشون بدید میتونید که خیلی آرومتر خیلی با آرامش اون عصبانیت رو انتقال بدید و ازتون خواهش میکنم اگر عصبانی میشید کوچیک کوچیک به طرفتون بگید نذارید که این عصبانیت روی همدیگه جمع بشه و خدایی نکرده اون طرف رو از دست خودتون ناراحت کنید و در نهایت عذاب وجدان بگیرید که چرا بعد رفت آخه بدبختیش هم اینه که بعضی وقتا آدما این خشمشون و عصبانیتشون رو میگن بعد تازه از, از وجدان میگیرن که چرا من با این آدم اینطوری حرف زدم خب اگر میخواین که این اتفاق براتون نیفته ازتون خواهش میکنم که کوچیک کوچیک به اون طرف بگید مشکلتون چیه و نذارید که این همه عصبانیت و ناراحتی توی دلتون جمع بشه این بدن نازنینتون میخواد که خوشحال باشه میخواد حسای خوب داشته باشه و بهتره که ما اگر انرژی منفی وارد بدنمون میشه اونها رو رها کنیم و حال بهتری داشته باشیم در هر صورت امیدوارم که از این برنامه استفاده کنید و خشم و عصبانیتتون رو بتونید کنترل کنید و با خودتون هر روز و هر روز مهربون و مهربون تر باشید مرسی از همه شما ایشالا در برنامه بعدی همتون رو میبینم و شما هم میتونید من رو در سپی کوچینگ S E P این G کنید روی اینستاگرام و خوشحال میشم توی اونجا هم با شما در ارتباط باشم مرسی از همه تو همگی